سلامت خدمت همه رفقای گل و نازنین، خوش اومدید به کلاس ادبیاتتون. من دوباره اومدم زنده و سالم و سلامت، از صد بیماری ها گذشتم و اینجا پر انرژی در خدمت شما عزیزان. چی؟ تمام گونه ها رو اشاره میکنه از پشت صحنه که من گرفتم، تمام بیماری های تاریخ رو تونستم خدا رو شکر ازشون عبور کنم. ببخشید بابت هفته گذشته و اینها و هفته قبلیش، من واقعا داغون بودم و بالاخره به استدیو بهصد برگشتی. بازم واقعا خدمتتون عرض کنم که عذرخواهی میکنم از همتون. ایشالا بتونیم جبران بکنیم این یکی دو جلسه ای که درب و داغون شده بودیم. ممنونم از لطف همتون، عشق منید، عزیز دل من هستین همتون. دلم کلی براتون تنگ شده بود، با کلی ذوق و انرژی اومدم که امشب کلی کارهای قشنگ داریم، حرفای قشنگ داریم. ممنونم عزیزم، دل منم برای شما تنگ شده بود. ممنونم. آره خدا رو شکر خوب شدم، سرفه میکنم هنوز ولی دیگه از عوارض داستان هاست دیگه. خب بعد بچه ها میگن آقا کتاب 12 که اومده با اینا، یه سری هم پیام دادن که مثل مهدیه که میگن من جدیدم و این داستان ها، نگران نباشند. سلام ستون، بهراد میگه به من ستون، چاکرشم. میخواستم اینو بهتون بگم که بله کتاب متن 12 ما هم چاپ شده، آماده است و فکر میکنم که یه اعلام بکنن توی چند روز آینده برای شما عزیزان اعلام میکنن که حالا بیاین به صورت حضوری از آموزشگاه تحویل بگیرید یا براتون ارسال انجام بدند. و فکر کنم در مورد کتاب شنیدید، شاید حتی بعضیاتون تونستید که یکی دو فصل اولش رو ببینید، فایلش رو برای همه گذاشتیم و این داستان ها. بچه ها میگن آقا آنفولانزا اومده، مواظب باشین. دیگه گرفتیم دیگه هرچی بود. امشب چند تا نکته است، خوب بعد گوش بدید به حرفای من. اولا اینکه ما امشب داخل همون جزوه‌ای که قراره حالا 3-4 روز دیگه به دست شما برسه کار رو شروع میکنیم. شما در واقع این جزوه رو ندارید به صورت فیزیکی الان. من داخل استدیو با تمام توان خوشگل، تمیز، مرتب هر آنچه نیاز دارید رو مینویسم، بعد قشنگ همه رو که یادداشت کردم سیو میگیریم، اصلا میگم بذارن روی پنلتون. هرچند که من در سرفیس خودم این رو هم سیو کردم، دارم رو کانال تلگرام خودم هم براتون میذارم. پس درس امشب من رو قشنگ بشینید نگاه کنید، تماشا بکنید، بعد که کتاب به دستتون رسید وارد میکنید. من یه چند تا حرف کلی هم دارم، پای تخته مینویسم، خوب به حرفام گوش بدید که به مشکل بر نخوریم. من یه صفحه سفیدم امشب لازم دارم، زیاد کلی حرف دارم توش. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا و استعانت از پیامبر بزرگ اسلام و شهدای 8 دفاع مقدس، میخوایم با هم دیگه شروع کنیم متن کتاب درسی 12. قبلش پازوکی براتون یه سری صحبت دارد. من اینم اینشو درست کنم، خودشم آبی کنم، تمام. اینم که یه رنگ دیگه شه، عالی شد. اینم اینجوریش کنیم، عالی تر شه. اینم از این، خیلی هم قشنگ شد. خب آقا جان، من چند تا نکته بگم. باری کلا افسانه. خب چند تا نکته. اولا دوستان عزیز، احتمالاً شما در خب خرداد 1402 احتمالاً تو حدود تاریخ مثلا 23 یا 24 خرداد آزمون نهایی ادبیات دارید. همه چی هم که تایید شده با ضریب 21.63، ضریب درس ادبیات، بالاترین ضریب در بین تمام دروس عمومی. این یک. توی این آزمون شما که اسمش فارسی 3 هستش، چند تا موضوع مطرحه. من این آزمون رو برای شما دو قسمت میدانم. قسمت اول این آزمون، اگر آن را 20 نمره ای در نظر بگیریم،
هرچند که صحبت‌هایی از این وجود داره که 100 نمره‌ای باشه، البته که ما نمی‌دانیم. این آزمون 20 نمره‌ای شما در 23/4 خرداد 1402 به نظر من دو تا فاز داره. فاز شماره یکش تقریباً 8.5 نمره، به صورت تقریبی میگم، از آزمونتونه. 8.5 نمره‌ای که در رابطه با دو موضوعه. دو موضوع آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی. این 8.5 نمره اوله که اعتقاد ما همیشه این بوده، توی 15-16 سال گذشته همین اتفاق افتاده که این 8.5 نمره بچه‌ها این دو موضوع کاملا جامع هستند، یعنی اصلا محدود به کتاب 12 نیستند، یعنی 10، 11 و 12 به صورت جامع بحث آرایه و دستور زبان رو باید بلد باشید. این است. این 8.5 نمره ابتدایی کار که صحبت ازش شد که جامع هم هست، منبع شما برای مطالعهش کتاب دستاره، همین کتاب دستور زبان آرایه اولی که از من گرفتید، و اونایی که ندارن رو جدید اومدن میرن امتحان میکنن، پیداش میکنن، میگیرن و میخونن. موضوع دوم تقریبا 11.5 تا 12 نمره بعدی آزمونتونه، تلورانس داره ها، دقیق نیست. این 11.5 تا 12 نمره دقیقا از همون کتاب فارسی 3، یعنی چی؟ همون کتاب آموزش پرورشی که امسال دارین، 12 کتاب ادبیاتتون. چه سوالاتی ازش آقای پازوکی مطرح میشه؟ تنوع سوال این قسمت زیاده. آنها به شما سوال لغت میدن، از شما املا میپرسند، تاریخ ادبیات میپرسند. در این قسمت شما سوال معنی عبارت و شعر خواهید داشت، سوال مفهوم و قرابت معنایی کوچولو خواهید داشت. شما در این قسمت مواجه میشید با سوال شعر حفظی، بعد شعر حفظی ها رو کامل کنید که نمرش مثلا 2 نمره است تقریبا. این چیزیه که شما تو فاز دوم ادبیات در کتاب فارسی 3 و اون آزمونی که داریم صحبت میکنی باش مواجهید. منبع شما برای مطالعه این فارسی 3 چه می‌نویسم؟ همین جزوه جدید و کتاب جدید 12 منه که منبعش اسمش میشه کتاب 21-63. پس ما دوتا منبع برای مطالعه آزمون ادبیاتمون مهمترین درس امتحان نهایی سال 1402 مون داریم. این شمای کلیه. خوب خوب گوش بده. کار ما تو این قسمت دوم خیلی ساده است بچه ها. چرا؟ به خاطر اینکه من یه زحمتی کشیدم از قبل برای شما که شما به درد سر نیفتید و تمام چیزهایی که مورد نیاز شما هست از فارسی 3 بدانید، معنی لغت، معنی شعر، آرایه های بیتا، دستور زبان های بیتا الی آخر، همه رو براتون نوشتم و آماده کردم. پس هیچ نیازی به این نیست که شما یه عالمه بخوای بنویسی، من همه رو در این منبع برای شما نوشتم. هر دو منبع ما هم دارای سوالات کافی هم تستی و هم تشریحی با پاسخنامه است. یه نکته در رابطه با این قسمت فارسی 3 بگم. حرف حسابش اینه. کتاب فارسی 3 همین ادبیات سال 12 من اینجا می نویسم. بچه های عزیز، دارای 18 درسه. این 18 تا درس دو قسمته. دو تا آزاد داریم، یعنی درس 15 و درس 4. 15 و 4 درس های آزادن، یعنی در واقع نخودی هن و هیچ تأثیری تو کار ما ندارد.
اما 16 درس باقی مونده بین اونها دروس مهم هم داریم. یه سری از این دروس خیلی مهم هستند و حیاتی و حساس. خوب گوش بدید، یاد بگیرید این حرفی که میزنم. دیدید معلم ها میان مثلا برای شما جلسه های آخر درسشون میان میگن دروس مهم فلان و بیساره. حالا من میخوام دروس مهم رو از جلسه اولش معلوم کنم. در بین 16 درس 12 دروس مهم اینا هستند: 1, 5, 6, 12, 14. به اعتقاد من درسای 1, 5, 6, 12 و 14، این 5 درس بین این 16-18 تا درسی که دارید مهمترین درس ها به حساب میان. اینو بد نیست که از همین ابتدا بدونید. این درسایی که نام بردم درس دادنشون زمان بره، درس خوندنشون هم سخته. نه اینکه سوال بیشتری از اونها تر بشه ها، نه، منظور من سوال بیشتر تر شدن نیست. موضوع بنده اینه که این دروس حساس تری هن از لحاظ مطالعه، مواظبشون باشید. این حرف رو از من شنید. حالا میخوایم بریم داخل این منبعی که باز الان بچه‌هایی که اضافه شدن باز بهشون توضیح میدم. این کتاب 2163 از مجموعه کتاب‌های مهندسی ادبیات شما توی 3-4 روز آینده به آموزشگاه میرسه و بهتون میدن و میتونید از طریق آموزشگاه چه حضوری بگیرید چه براتون ارسال انجام بدهند. این جلسه گفتیم هر چیزی که لازمه رو من برای شما مینویسم، فایل رو سیو میگیریم و تقدیم حضور شما میکنیم. شما کتاب رو که تحویل بگیرید بچه‌ها، ورق که بزنید، حالا صفحه اول اسم و فلان و اینها، بعدش یه مقدمه ای داریم که گفتیم آقا چه خبره از این داخل این کتاب، بعدش یه سری تقدیر و تشکر از یه سری از دوستانی که زحمت کشیدن به ما کمک کردند، بعدش هم فهرستش شروع میشه. یکی بچه‌ها پرسید چرا اسمش 21-63؟ 21-63 ضریب درس ادبیات در تمامی رشته‌ها توی امتحان نهایی سال 1402. مهمترین درس و بالاترین ضریب. خب ببینیم تو کتاب چه خبره. ببینید بچه‌ها، در کتاب حالا درس به درس شروع می‌کنیم. اول ما هر چی که در متن کتاب درسیمون هست این تو داریم. یعنی بیتی که تو کتاب درسیه رو من برات نوشتم، تمام متن کتاب رو دارید، این کادری که یه ذره تیره تره اونها. خب از اون سمت هر کدوم خوب گوش بده، هر کدوم از این بیت ها رو بررسی میکنیم میریم جلو. منم اومدم برای شما یه سری کار انجام دادم، مثلا لغات مهم هر بیت رو نوشتم، نکات دستور زبانی رو دونه به دونه نوشتم، از اون ور اومدم نکات آرای ادبی نوشتم، معنی شعر و عبارت رو براتون یادداشت کردم، یه مفهوم از بیت نوشتم و حتی بیتای خارج از کتابی هم که با اون ارتباط داره رو براتون یادداشت کردم و این کار رو برای تمام ابیات انجام دادم. در واقع شما فکر کن یه کلاس ادبیات خیلی درجه یک و خوبی رو در یک مدرسه داری میری، هر آنچه که معلم میگوید و دانش آموز مینویسد را من برای تو جلو جلو نوشتم، آماده و تر و تمیز تقدیم حضورت کردم. حالا این بعضی ها فکر میکنم فقط ما با بیت ها این کار رو کردیم، ولی جالبه مثلا بریم درس یک رو شروع کنیم از یکی دو صفحه جلوتر، اینجا میبینی که من فقط با در واقع خدمتتون عرض کنم که بیت ها این کار رو نکردم، من با متن کتابم همین کار رو کردم. یعنی دونه به دونه اینا معنی شده. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است، نوشتم سپاس و ستایش مخصوص خداوند گرامی و بزرگ و بلند مرتبه است که اطاعتش سبب نزدیکی به او و فلان و بیسار. یعنی کل عبارت رو بررسی کردم، لغات مهم، نکات دستوری، نکته آرای ادبی، معنی کلش، مفهومش، آیات، عباراتی که با اون ارتباط دارن و ابیاتی که خارج از کتاب هم مفهوم اون هستن و کامل 0 تا 100 همه چی رو براتون بررسی کردم داخل این کادرها. یعنی همه چی مهیاس برای خوندن. ما دیگه تو اینا خیلی نمی‌نویسیم، بیشتر علامت می‌زنیم، بیشتر نکته میگیم، بیشتر ارتباط در میاریم، بعد بیشتر میتونیم سوال حل کنیم. شما بعد از تدریس من تو هر قسمت موظفی که وقتی تدریس من مثلا درس 1-12 تموم میشه، خب مثلا این درس 1-12
درس دادنش تموم میشه، همه رو چند بار میخونی، مطالعه که کردی، بعدش ما یه گنج حکمت داریم. من تمام گنج حکمت ها، روانخوانی ها و شعرخوانی ها رو همینجوری براتون آوردم. بعد از اون سمت بعدش کارگاه های متن پژوهی رو هم براتون بررسی کردیم و نکاتش رو نوشتیم. حالا بعد از اون شما با تمرین های تشریحی و تمرین های تستی اون درس مواجه میشید. الان نوشتم تشریحی های ستایش و یک دوازدهم. اومدم براتون سوال های تشریحی خوب، جوندار، پرنکته، بعضن شاید ترکیبی هم با دروس دیگه قرار دادم که شما میتونید اونا رو حل کنید برای آمادگی. مثلا توی درس یک 15 تا سوال خوب تشریحی داشتیم و بعدش تستای این قسمت رو داریم، تستای ستایش و یک دوازدهم. میریم سراغ تستا، تستا رو هم شما حل میکنی، بررسی میکنی و خدمت درس کنم که درس تموم میشه. حالا نکته جالب تر اینه که در ابتدای قسمت تستا و تمرینای هر درس ما برای شما یه دونه QR کد گذاشتیم که اینجا الان شما میبینید. وقتی با گوشید این QR کد رو اسکن بکنی، در واقع ویدیوی حل این سوالات رو میتونی ببینی که بنده نشستم این سوالات رو برای شما حل کردم دونه بدونه. در واقع یکی در میون درس ها رو من و پشتیبانم خانم تهرانی برای شما دونه بدونه سوالا رو حل کردیم و دقیق توضیح دادیم. تقریبا هر درس حدود 40 دقیقه تا یک ساعت فیلم آموزشی هم روش هستش. شقایق، من چند تا از سوالاتون جواب بدم. شقایق پرسیده آقا استاد روانخوانی ها و گنج حکمت هم تو نهایی مهمه؟ 100% بسیار مهمه. استاد آزمونامون پایان هر درس، دقیقا ما درس رو تموم کنیم آزمون. استاد همه آرایه های ادبی رو خوندیم؟ نه، ما آرایه های ادبی رو بهش بر میگردیم، به کتاب دستار، دستور زبان ها رو بهش بر میگردیم. الان یه حدی از دانش ایجاد شده که ما میتوانیم وارد کتاب درسی بشیم. وارد کتاب درسی میشیم، بررسیمون رو انجام میدیم، بعد دوباره میایم ازش بیرون، میگیم حالا بریم کتاب دستار تو جزوه دستور زبان آرایمون. یه ذره اونجا چرخ میزنیم، دوباره برمیگردیم اینجا. ما بین این دوتا کتاب هی رفت آمد داریم. چند نفر این سوالو پرسیدن، همه اینا فهمیدن؟ مثلا محمد مبین نصری اینو پرسیده بوده، زهرا و الهام پرسیده بودن، شیوا پرسیده بود که حل شد فکر میکنم. آره، نه چیزی رو شما جا نمودیم. ما میریم و برمیگردیم هی به این کتاب ها، هی بازه های زمانی میریم برمیگردیم، چون خیلی حجم عجیبی نداریم. بچه ها میگن استاد ما که طرح جامعیم مدرسه نمیریم، نگارش رو چیکار کنیم؟ به نظرتون میدونیم که نگارش تدریس نمی کنید. آره من نگارش تدریس نمی کنم، ولی اگر نیاز باشه میتونم بعدا بهتون کمک بکنم. استاد از نکات دستوری و معنی شعر بخش حفظ شعر هم سوال میشه یا فقط حفظ کنیم کافیه؟ احمد رضا، من تمام نکات دستوری و معنی شعرهای بخش حفظ شعر رو هم درس میدم، ولی احتمال سوال اومدن ازش خیلی کمه. استاد تاریخ ادبیات هم تو کتابتون هست؟ بله، ابتدای هر کدوم در واقع نوشتم. استاد حضوری صادقیه جلوتر هستن، چون من نتونستم بیام امروز، نمیدونم. بچه های حضوری صادقیه هم امروز همین درس رو از من خانم مهیلا شنیدند. خب بریم سراغ کار زندگیمون. میخوام درس یک رو استارت بزنم، در واقع ستایش رو استارت بزنم. کلی براتون خوشگل می‌نویسم، البته که یه دونه دیگه هم نوشتم، این اگه سیو نشه حتی باز من و نوشته شده شو در سرفیس هم آماده و مرتب و منظم و شیک براتون دارم. میخوایم بریم ستایش سال دوازدهم رو با هم دیگه استارت بزنیم. یکی هم یه سوالی پرسیده، الان میرم میخونم و جواب میدم، بیارم اول ستایش، در واقع صفحه یک. خب استاد فنون چی شد؟ فعلا فنون رو حواس بچه ها. استاد باید برای نهایی شعرها رو حفظ باشیم. شعرها نه، قسمت های شعر حفظی خیلی هم زیاد نیست. یک کار باحالی هم براتون در واقع انجام دادم، حالا بهتون میگم چجوریه. آقا سرا بالا، اول هر درسی من خلاصه گفتم، نوشتم ستایش، اسمش هم هست ملکا ذکر تو گویم، شیوه نوشتنش هم شیوه نظمه، یعنی بنده خدا شعر هستش و اون رو حکیم سنایی غزنوی نوشته است. میزان تاریخ ادبیاتی که از درس یک بعد بدونید، باور کنید همین، از یعنی ستایشش بدونید همینه که حکیم سنایی غزنوی ملکا ذکر تو گویم را نوشته است. حالا بریم جلو ببینیم چه خبره. میگه ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره
که تو هم راه نمایی. اولین کاری که من همیشه انجام میدم بچه ها اینه که هر بیتی که مواجه میشیم من جمله های آن را میشمارم. حالا نگاه کنید، این روش ادبیات خوندن کلن. بیا من میام اینجا، از اینجا بعد جزوه نویسیم هم شروع میکنم. یه سری نکاتو بچه شما هر موقع میخواید به تعداد جملات یه بیت برسید باید بدونید که در واقع تعداد جملات شما برابر و مساوی است با تعداد فعل‌های شما. یعنی اگر من فعل‌های یک عبارت رو بشمرم انگاری جملات آن را شمرده ام. حالا نکته مهم بازی اینجا اینه، برای اینکه فعل‌ها رو بشمرید باید حواستون به سه تا قسمت باشه. یک، اولین نکته در شمردن فعل اینه بچه، شما باید فعل‌های موجود رو بشمرید، یعنی فعل‌هایی که در متنمون می‌بینیم باید شمرده بشن. دوما، شما باید حواستون به فعل‌های محذوف باشه، یعنی فعل‌های حذف شده رو هم بشمرید. بعضی موقع‌ها فعل‌های شما حذف میشن، آشنایی دارید، امروز بیشترم تو ویدیو یاد میگیرید، یا حذف به قرینه لفظی هستند یا به قرینه معنوی که بیشترم توضیح خواهم داد. ولی به هر حال هم فعلایی که موجودن رو میبینیم و باید بشماریم، همونایی که حذف شدن. و سوما، شما وقتی داری فعلها رو میشماری باید حواست به حرف نداها و مناداهای آنها باشد. یعنی وقتی کسی را مورد خطاب قرار میدهیم حرف ندا منادا میسازیم، ای سعدی سعدیا، ای حافظ حافظا، که بچه ها به اینا میگن شبه جمله. اینا در واقع فعل ندارن ولی همین بهشون میگن شبه جمله. شما باید اینها رو هم بشمارید. پس فعلا پازوکی به ما یه چیزی یاد داد. آقا پازوکی یاد داد که تعداد فعلها با تعداد جملات برابره. برگردیم به جزوه‌مون. اینجا رو نگاه کنید. خب جمله بشمارم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. اولا ملکا یه دونه جمله است. ذکر تو گویم یه جمله دیگه. تو پاکی یعنی پاک هستی، خدایی یعنی خدا هستی، نروم جز به همان ره، اینم یه جمله، تو هم راه نمایی یعنی تو راه نمایم هستی. اگه دقت کنید عبارت بنده دارای 6 تا جمله بود. 1 2 3 4 5 6 تا جمله. فعلاشو میخوام سبز کنم. اولی که یه بنده خدا شبه جمله است، چون شبه جمله است پس فعل نداره که بخوام سبزش کنم. جمله دوم گویم فعلشه، بعدی میگه پاکی یعنی پاک هستی، این یه فعلشه، خدایی یعنی خدا هستی، بازم این یه فعلشه، تو بعدی نروم فعله و تو یکی راهنمایی یعنی راهنما هستی. اگه دقت کنید ایشون که قرمزش کردم و ایشون، اینا معنی هستی میدند، همون یه اسنادی هستند که در تشبیه به شما یاد دادم، تو پاک هستی، خدا هستی، راهنما هستی. همینجا یه نکته بگم خدمتتون، دوباره بریم صفحه سفیدمون. آقا جان من، فعل‌ها از نظر ما یه دسته‌بندی خاص دیگه هم دارند. برای ما فعل‌ها میتونن به دو دسته فعل‌های اسنادی و فعل‌های غیر اسنادی دسته‌بندی بشن. الان روی صحبتم در مورد فعل‌های اسنادی بچه‌ها. فعل‌های اسنادی یعنی همونا که حفظی، است، بود، شد، گشت، گردید و هم خانواده هاشون مثل امی که معنی هستم میده، مثل یهی که معنی هستی میده،
حالا این فعلایی که اینجا من نام بردم میشن فعلای اسنادی. اگر در جمله ای فعلت اینا بود، شما میتونی از فعلت سوال بپرسی. بپرسی چطور یا چه جوری، از فعل جمله میپرسی چطور و چه جوری. جواب این سوال در جمله کلمه ایه که نقش آن مسند شناخته میشود. مثلا میگم خب گرم بود، استدیو کولر رو زدم، بعد از زدن کولر هوا خوب شد. الان شد یک فعل اسنادیه. حالا میگم هوا چطور شد، شما جواب میدی خوب شد. خوب جواب سوال چطور از فعل اسنادی بود. پس به شما چی رو معرفی کرد؟ مسندت رو. پس کلمه خوب اینجا مسنده. حالا برگردم سر جام. وقتی میگه تو پاکی، یعنی تو پاک هستی. اگه دقت کنید نقش کلمه پاک میشه مسند. چطور هستی؟ پاک هستی. چطور هستی؟ خدا هستی. تو هم راهنمایی. چطور هستی؟ راهنما هستی. پس ما مسندهایی رو هم اینجا پیدا کردیم. نکته بعدی که میخوام به شما یاد بدم نکته جالبیه. سرا بالا باشه. اینجا رو ببینید بچه ها. میخوام جمله ها رو دستبندی کنم. اولش خیلی حرف دارم. جملات زبان فارسی، جمله ها یه دستبندی تو ذهن من دارند. از نظر شیوه نوشتن. بله، اسناد فقط برای فعلی که اسنادیه میاد. استاد جزوه دستنویس هم میذارید رو پنل؟ حتما. چرا نذارم؟ کرم که نداریم. بعد شبه جمله رو جمله میشموریم. بله، امیدوارم حالتون بهتر شده باشه. ممنونم، لطف دارید. آقا جمله ها از نظر شیوه نوشتن دو جورن. یا شیوه نوشتن جمله ها عادیه، یا شیوه نوشتن جمله ها بلاغی یا بلاغیه. قبول؟ شیوه عادی جمله نوشتن اینجوریه. میگه من یه جمله ای دارم. تو رو خدا خوب گوش بدید بچه ها. یه جمله ای دارم، وقتی نگاه میکنم متوجه میشم که فعل آخرین کلمه اون جمله است. آخرین چیزی که توی اون جمله میبینم فعل اون جمله است. من به همین جمله میگم جمله عادی. البته نکته دیگه اینه که جمله های عادی باید با نهاد شروع بشن و بعد با فعل تموم بشن. پس دو مورد مهم در رابطه با فعل، در واقع جملاتی که عادیان وجود داره. جملات عادی جملاتی هن که با نهاد، یعنی فاعل، انجام دهنده شروع بشوند، با فعل به اتمام برسن. پس جمله جمله عادیه که فعل آخرین کلمه باشه، آخرین کلمه یه جمله باشه. حالا به این میگیم شیوه عادی جمله. ما یه بحث دیگه داریم، میگیم شیوه بلاغی یا بلاغی. داستان شیوه بلاغی چیه؟ میگه جملت این شکلی میشود که مثلا دو حالت داریم. خوب گوش بده. حالا من میخوام حالت سوم رو هم برای شما توضیح بدم. فرض کنید رفتیم تو جمله، فعل رو پیدا میکنیم و متوجه میشیم ایشون ابتدای جمله آمده است. یا مثلا فعل رو پیدا میکنیم میبینیم وسط جمله آمده است. پس در واقع یعنی فعل هر جایی جز آخرین کلمه جملمون. البته یه نکته دیگه هم وجود داره. پس اول اینو بفهمید. شیوه بلاغی میگه فعل یا ابتدای جمله من آمده یا یه جایی جز آخر، به هر حال مثلا اون وسط مسطا. البته میشود اینجوری به قضیه هم نگاه کرد که فکر کنید که فعل آخرین کلمه جمله آمده است. الان میگه خب آقا این که دیگه بلاغی نیست که، فعل آخرش اومده پس عادیه. ولی نه، فرض کن فعل آخر اومده اما نهاد به جای این که اول بیاد اینجا اومده. نهاد اولین کلمه نباشه. مثلا مفعولی، متممی، چیزی ابتدا اومده باشه. یعنی نهادم کارو خراب میکنه. یادت نره
شیوه عادی میگه نهاد اول، فعل آخر. این نهاد اولا به اندازه فعل آخر مهمه. پس اگه فعل آخر بود ولی نهاد ابتدا نیامده بود، بازم شیوهمون شیوه بلاغیه. پس یه جمع‌بندی بکنیم رو همه ی حرفا بچه‌ها. پس جمله های ما از نظر شیوه نوشتن و جایگاه کلمات دو جورن، یا عادی هن یا بلاغی هن. عادی میگه نهاد اول فعل آخر، بلاغی میگه یا فعل جا به جا شده یه جای جز آخره، یا فعل آخره ولی نهاد دیگه ابتدا نیستش. به همه این سه تا حالت میگن شیوه بلاغی. تا اینجا همه فهمیدن؟ نازنین خلیلی انگار صدای من نشید، دیرم اومده بوده. نازنین گفتم این جلسه تو این جزوه ایم، یه سری جلسات دوباره برمیگردیم در کتاب دستار. کتاب دستور خودتون مطالعه کنید، مگه اینجا خولید کلاس ثبت نام کردید؟ پس یا امام رضا. خب برگردم تو جزوه. الان صحبت من اینه، جمله یک شبه جمله است اصلا فعل نداره، جمله بعدی فعلش این گویمه که آخریه، این یکی هم که فعل آخریه. اما جمله بعدی میگه نروم، بعد جمله شروع میشه. یعنی فعل اومده کجا؟ اومده ابتدای جمله. یعنی جمله پنجم من شیوهش چیه بچه ها؟ بلاغیه. چرا بلاغیه؟ جا نوشتم چون تقدم یعنی زودتر اومدن فعل رو داریم نسبت به متمم. یعنی فعل من زودتر از متمم اومده، همون فارسیش میشه فعل آخرین کلمه جمله نیست. الان در رابطه با جهش ضمیر هیچی نمیگم تا به وقتش. اما صحبت بعدی من یه نکته کوچولو درباره ترکیب وصفی در رابطه با همان ره میخوام ریز توضیح بدم. چرا همان ره اینهاش یک ترکیب وصفی حساب میشود؟ بیاین اینجا بچه ها گوشه کنار جزوه براتون مینویسم به عنوان یه نکته اضافه. من یه کوچولو زوم کنم این گوشه براتون یادداشت کنم. ببینید بچه ها کلمه های اینم خوب اندازش، بله، کلمه های این، آن، همین، همان، دیگر، فلان، چند، چه، عجب، عددا، اونایی که ترین دارن، هر، همه، خدمت عرض کنم که هیچ و الاخر، برخی بعضی بسیاری، کاری ندارم تا اینجا بس. اگر این کلمات دوستان، این کلماتی که من نام بردم دورشونم الان قرمز کردم قشنگ ببینیش، اگر این کلمات به اضافه یک اسم بشوند، یعنی بعد از این کلمات یه چی بیاد؟ یه اسم بیاد، این ترکیبی که ساخته شده است یک ترکیب وصفی است، یعنی موصوف و صفت. حالا داستان چیه؟ ببینید من برای یک اسمی میخوام صفت بیارم، هم میتونم این صفت رو بعد اسم بیارم، این اسم هست، صفت رو میتونم بعدش بیارم، میتونم قبلش بیارم. مثلا بعدش چجوری؟ فکر کن این اسم باشه کلمه کتاب، مثلا بگم کتاب خوب، کتاب عالی، کتاب مفید، کتاب گران قیمت، کتاب ارزان، کتاب یه چیزی، صفت بعدش بیاد. حالا این صفته میتونه قبلش هم بیاد به این شکل، یعنی بگم این کتاب، آن کتاب، همین کتاب، همان کتاب، دیگر کتاب، فلان کتاب، چند کتاب، چه کتابی، عجب کتابی. مواظب این بنده خدا باشید، دو کتاب، سه کتاب، چهار کتاب، پنج کتاب، ده کتاب، نخستین کتاب، اولین کتاب، مواظب اینم باشید، بهترین کتاب، قدیمی ترین کتاب، مفیدترین کتاب،
پس ترین ها میشه. هر کتابی، همه کتاب ها، هیچ کتابی. پس خلاصه مطلب، اگر این کلماتی که اینجا میبینی بعدشون یه دونه چی بیاد؟ اسم بیاد، مجموعاً ترکیبی که ساخته میشه ترکیب وصفی هستش. همه فهمیدن؟ برای همینه که همان ره یه ترکیب وصفیه. پس من یاد گرفتم، سر بالا، یاد گرفتم یه کلمه دارم، هم میتونم برای اون یه کلمه قبلش یه صفتی بیارم، هم میتونم بعدش یه صفتی بیارم. کتاب بگم کتاب خوب، کتاب زیبا. به جای اینکه بگم کتاب زیبا میتونم بگم این کتاب، آن کتاب، هر کتاب، دو کتاب، ده کتاب. همه این حالت ها میشن ترکیبای وصفی. همه فهمیدن؟ یه اوکی من بزنم به بنورم بفرستم. خب حالا بینجا اینم از این نکته. حالا بیاییم بریم به معنی و مفهوم این بیت بیشتر فکر کنیم. اینجا رو ببین، مثلا برمیگردم میگم، میگه ملکا خدایا ذکر تو را میگویم، من خوبیای تو تعریف میکنم و به یاد تو هم. آخه علتش اینه که تو پاک هستی، تو خدا هستی. و میگه من نمیرم جز اون راهی که تو اونو به من نشون بدی. پس صحبتش اینه که من به اون راهی میروم که خدا اونو به من نشون بده. یه نگاهی به اینجا بندازید، من میخوام یه قسمتایی رو براتون خط بکشم. نگاه کنید، من براتون معنی کامل آوردم. میگه ای پادشاه روز جزا، من فقط ذکر تو رو میگم، چون تویی که پاک و منزهی، تویی که خداوند هستی. و از همه مهمتر اینجا رو نگاه کنید مفهومو، تنها به اون راهی میروم که تو اون راهو به من نشون میدی. یعنی کاملا من از خداوند چیکار میکنم؟ پیروی میکنم. یعنی اینکه خدا قرار راهنمای من باشد، خداوند راهنمای ماست. از اون ورم که گفته خب خدا چیه؟ پاکه. البته یادمون نره که اینجا یه مفهومی هم داریم که ذکر و یاد خداست. به یاد خدا بودن، ذکر خدا رو گفتن. اینجا نگاه کنید، من اون مفهوم بالا بالایی رو زردش میکنم. میخوام تو بیت هایی که خارج از کتاب آوردم براتون ارتباط این زرده رو و این ذکرتو گویم رو پیدا کنیم. نگاه کن، میگه طلبکار تو هم در جان و در دل، نباشم یک دم از یاد تو غافل، من همیشه به یاد خودم ذکر تو گویم. اینجا رو نگاه کنید، اینکه تو هم راهنمایی، یعنی تو راهنمای من هستی. مثل این بیته که میگه بنمای رهی، راهی نشون بده که راهنماینده تویی. خدایا اگر کسی قرار باشه به ما راه نشون بده، اون تو هستی. و چقدر این عبارت و این حرف منو یاد این میندازه بچه ها، اهدنا الصراط المستقیم. خدا ما رو به راه راست هدایت میکنه. از خدا میخوایم خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. و این دقیقا همون چیه؟ تو هم راه نمایی و اینکه خداوند راه نمای ماست. حالا اینکه این بیت انگار اشاره ای به این آیه از قرآن داره بهش میگیم تلمیح. تلمیح داره به آیاتی از سوره حمد. تا اینجا قبوله؟ آباری کلا، بیا جلوتر. میگه همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. اولا یه جمله ایشونه، همه درگاه تو جویم، یه جمله اینه، همه از فضل تو پویم، یه جمله اینه، همه توحید تو گویم، یه جمله اینه، به توحید سزایی. بریم جمله هاشو سبز کنیم، فعلاش رو. جویم، پویم، گویم، به توحید سزایی. یعنی سزا هستی. اگر دقت کنید این فعل یه فعل چیه؟ اسنادیه. به توحید سزایی،
چطور هستی؟ سزا هستی. این سزایه میشه مسند. پس من با سوال چطور در واقع مسندم رو هم پیدا کردم. مسند میشه سزا. حالا بریم یه کوچولو معنی کنیم. یه عالمه حرف باحال دارم. حرف باحال اول، درگاه یعنی آستان، پیشگاه. اما که میگه همه درگاه تو جویم، یعنی من همواره به درگاه تو عبادت میکنم. منظورش اینه که من کس دیگه یو عبادت نمیکنم خدایا، فقط تو. همه از فضل تو پویم. آقا میخوام در رابطه با یه واژه‌ای به نام فضل صحبت کنم. آقا واژه فضل دو جور معنی داره. ما یه فضل داریم، فضل و کرم و بخشش است. یک فضل داریم، دانش و علم و برتری و فضیلت. پس چی شد آقا جان؟ واژه فضل دارای دوتا معنی شد. یکی شد کرم و بخشش، یکی شد علم و دانش و برتری و فضیلت. حالا این که طرف برگشته میگه همه از فضل تو پویم، این پویدنش رو اول یاد بگیرید. پویم از در واقع مصدر پوییدن اومده. خوب یاد بگیرین و به دردت میخوره. پوییدن یعنی حرکت به سمت یه مقصد برای به دست آوردن یه چیزی. جستجو کردن، تلاش کردن، رفتن. بچه حتی پوییدن و پویم من اینجا بنویسم. این بنده خدا معنی برخواستنم میده. پس اینم یاد بگیریم که پویم یا پوییدن معنی برخواستنم میده. حالا حرکت به سمت چیزی برای به دست آوردن، جستجو و تلاش و رفتنم معنی میده. حالا اینکه میگه همه از فضل تو پویم، یعنی من همش به دنبال فضل تو هستم، یعنی به دنبال کرم و بخشش تو هستم. فارسی ترش میدونی میشه چی؟ یعنی من از کس دیگه ای فضل و بخشش نمیخواهم. اینجا نگاه کن، من اینو رنگی میکنم، زیرشو زرد میکنم. اینجا ببین، یعنی تنها در پی فضل و بخشش تو هستم، از کس دیگه فضل و بخشش نمیخواهم. بعد میگه همه توحید تو گویم. قطعا آقای سائلی در رابطه با واژه توحید با شما صحبت کرده. توحید یعنی خدا یه دونه است، یعنی یگانگی خداوند. خدا را یگانه دانستن، به یگانگی خدا ایمان آوردن. چقدر من یاد این قضیه میفتم که میگه توحید تو رو میگم، تو سزاوار و شایسته توحید هستی. من ناگهان یاد چی میفتم؟ قل هو الله احد. آقای سائلی یاد داده دیگه، بگو خدا یه دونه است. اصلا توحید یعنی خدا یه دونه است. اینجا هم نوشتم، گفتم تو فقط شایسته و سزاوار یگانگی هستی. اینجا هم که برگشته گفته زهی وحدت که مویی در نگنجد، یعنی آفرین. این زهی یعنی آفرین. آفرین به وحدت و یگانگیت که مولا درزش نمیره. یا بیت پایینیشو ببینید، میگه دویی را نیست در نزدیک تو راه. میگه دوتا بودن حتی به نزدیکی تو هم راه ندارد. و مفهومشو نوشتیم دیگه. مفهوم بیت یعنی خدا یه دونه است و فضل و بخششو فقط از خداوند میخواهیم. حالا دوتا نکته جذاب دیگه. اولا ببینید این جویم و پویم و گویم و جناس ناقص یا ناهمسان دارن. اگه دقت کنی حرف اولشونه که فقط با هم مختلفه. جویم، گویم، پویم. از اون سمت یه نکته ظریف و خوشگلی هم اینجا وجود داره و اون معنی کلمه سزاست. من این گوشه زوم میکنم، با دقت نگاه کنید. ببین آقا جان من، کلمه سزا اول تو خود متن به نشون بدم. ببین سزا من برات نوشتم.
یعنی سزاوار، یعنی شایسته، یعنی لایق. ببینید کلمه سزا که سزاوار و شایسته و لایق معنی شده، کاملا مشخص است که ایشون یک صفته. چرا؟ چون معنیاشو و خودشو من میتونم به کسی نسبت بدم. مثلا بگم تو شایسته ای، تو سزاواری، یا مثلا بگم تو لایقی. یک قاعده ای ما در ادبیات داریم، این زیر میخوام این قاعده رو توی ابر خسته ای برات بنویسم. خوب قشنگ نگاه کن. این قاعده قاعده تست لغت ادبیاته. شما وقتی در تست لغت یا سوال لغت، حتی اصلا تست نه، به شما کلمه ای میدهند که آن کلمه اسم است، شما در جواب معنی آن باید یه اسم جواب یارو رو بدی. و اگر در سوالی به شما صفت دادند، گفتند معنی کن، شما جواب اون صفت و معنی اون صفت رو باید یک صفت جواب بدید. پس میخوام بهت بگم ما باید اسم و اسم معنی کنیم، صفت رو صفت معنی کنیم. ما حق نداریم یه اسم رو به شکل صفت معنی کنیم. یعنی چی چجوری آقا؟ اسم و صفت معنی کنیم یا برعکس چجوریه؟ نگاه کن اینجا رو. الان فهمیدی سزا یعنی سزاوار و شایسته و لایق. اگه سزا رو یارو بیاد معنی کنه شایستگی، اگه سزا رو یارو بیاد معنی کنه لیاقت، موضوع اینه که اینا غلطن. اینا معنیای درستی برای سزا نیستند، به این علت که اینا همه اسمن و ما حق نداریم که یک صفت رو به شکل اسم معنی کنی. کیا فهمیدند؟ آره محمد مبین، محمد مبین، وقتی یک کلمه پنج تا معنی داره باید هر پنج تاشو حفظ باشی. بله، یه دونش به کار ما نمیاد خیلی. تا اینجا قبوله؟ اینم از این بیت. ما برمیگردیم، میخوام یه نکته رو تو به همه این بیت‌ها بد نشون بدم. بیت بعدی بیت خوبیه. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی. چی می‌نویسی؟ وای استاد چقدر خوب توضیح میدید. چاکرم. فکرم فوش دادی یه لحظه، چیز دیگه خوندم. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. آره ملینا به درد میخوره. خب جمله بندی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. اگه دقت کنی 2 4 6 جمله. پس این بیت راستی راستی دارای 6 تا جمله است. از کجا فهمیدیم 6 تا جمله است؟ چون 6 تا فعل داریم. حکیمی، حکیم هستی، عظیم هستی، کریم هستی، رحیم هستی، نماینده فضل هستی، سزاوار ثنا هم هستی. بچه ها تمام این فعلایی که من الان دارم دورشون رو قرمز میکنم از این یایی هن که معنی هستی میدن، یعنی اینا یای اسنادی هن، درسته؟ پس همه اینا پشبندشون چیه؟ آفرین، پشبند اینا مسند قرار میگیره. یعنی تو حکیم هستی، چطور هستی؟ حکیم. چطور هستی؟ عظیم. چطور هستی؟ کریم. چطور هستی؟ رحیم. چطور هستی؟ نماینده فضل. چطور هستی؟ سزاوار ثنا. پس این به دیگه عالمه مسند داره. منم براتون نوشتم، نگاه کن اینجا رو، همه رو ردیف کردم، گفتم حکیم، عظیم، کریم، رحیم، نماینده فضل و سزاوار، اینا مسندای ما هستند. نکته بعدی مفهوم آسون این بیته. اگه دقت کنی برگشته میگه آقا تو حکیمی، پس داره در مورد علم و حکمت خدا صحبت میکنه. بعد برگشته گفته تو عظیمی،
پس در مورد شکوهمند بودن و با عظمت بودن خدا داره صحبت میکنه. بعد برگشته گفته تو کریمی، پس در مورد بخشنده بودن خدا صحبت میکنه. بعدش برگشته گفته تو رحیمی، پس در مورد مهربونی اون داره صحبت میکنه. از همه مهمتر بچه ها اینجا برگشته گفته تو نماینده فضلی، یعنی تویی که برتری ها و فضیلت ها را آشکار میکنی. یه نکته ای وجود داره، این فضلی که اینجا دیدین، پس اون فضل برتری و فضیلته، فضل علم و دانشه. تا اینجا قبول؟ حالا نگاه کن، پس تو نماینده فضلی. نکته اینم یاد بگیرید، کلمه نماینده توی این بیت یعنی آشکار کننده، هویدا کننده، نشان دهنده. تو نشون دهنده همه فضیلت ها و برتری ها هستی و تو سزاوار چی بچه ها؟ سنایی. یه فوق لغت اینجا داریم، فوق لغت سنا. من دوست دارم این گوشه کنار زوم کنم، در مورد سنای ذره با هم دیگه صحبت بکنیم. آقا جان کلمه سنا، ببینید ما یه سنا داریم با این املا، یه سنا هم داریم با این املا. این سنا بالاییه یعنی ستایش، این سنا پایینیه یعنی نور و روشنایی. حالا یه سوال ازتون دارم، سریع در چت جواب بدید بچه ها. این سنا و این سنا به نظر شما می شود گفت کلماتی هستند هم آوا یا نه؟ آیا سنا و سنا هم آوا هستند یا نه؟ من تا اینا رو رنگی کنم که املاشون مهمه، شما تو چت برام بنویسین که این سناها آیا هم آوا به حساب می آیند یا خیر. بله بله کاملا درست، اینها هم آوا هستند. اینم تیکش. چرا؟ چون جفتشون سنا خونده میشن. تا اینجا قبوله؟ حالا نگاه کن، پس آقا صحبت ما، جمع‌بندی ما میگه تو خدایا سزاوار سنایی، یعنی سزاوار در واقع ستایش و سپاس هستی. مراقب این قضیه باشید. پس این سنا با این املا یعنی ستایش و سپاس. مفهومامون که دونه دونه مشخص شد. بیتای زیرش هم آسونه، به هر کدوم از اون صفت ها ممکنه اشاره کنه، مثلا به صورت رندوم براتون معلوم میکنه. مثلا میگه زهی رحمت که موی در نگنجد، میخواد بگه خدا رحیمه دیگه. وقتی میگه آفرین به رحمت تو، یعنی خدا مهربونه. یا مثلا میگه به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم، پس خدا رحمت داره، مهربونه، عفو میکنه، بخشنده است، پس این عفو به بخشندگی، کریم بودن خدا نشاره داره. یا مثلا اون چهارمیه رو ببین، میگه الها، قادرا، پروردگارا، کریما، منعما. بچه منعم که نمیدونید یعنی نعمت دهنده. منعما، آمرزگارا. وقتی میگه خدا منعمه یعنی بخشنده است، وقتی میگه آمرزگاره باز یعنی بخشنده است. مواظبش باشید. بریم سراغ بیت بعدی. میگه نتوان تا اینجا بچه ها میفهمید اوکیید؟ با دست دادن من متوجه میشید؟ این سبکی که ما ادبیات رو امسال میخواییم با همدیگه کلکش رو بکنیم، این مدل درست دادن ماست که کتاب درسی رو میجوییم میریم جلو. خب میگه نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. اول مثل همیشه جمله بندی کنیم.
نتوان وصف تو گفتن، یعنی نمیشه تو رو وصف کرد. تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن، چیزی شبیه به تو وجود نداره. که تو در وهم نیایی. چند تا جمله شد؟ 4 تا جمله. فعلاشو مثل همیشه سبز میکنی. نتوان، نگنجی، نتوان، نیایی. به ترتیب از اول که نگاه میکنی، این اولیه زایه است که بلاغیه، این دومیه فعل آخره پس عادیه، این دوباره فعل اومد اول پس زایه است بلاغیه، این یکی فعل رفت دوباره آخر شیوهش عادیه. تا اینجا قبول؟ خدا رو شکر. حالا نگاه کن، یه ذره معنی کنیم. میگه خدایا نتوان وصف تو گفتن، نمیشه تو رو وصفت کرد، یعنی عجز در توصیف خداوند. عجز یعنی ناتوانی. فارسی ترش رو نوشتم، نمیتوان توصیف کرد خدا را، تو را نمیتوان توصیف کرد. من همیشه یه جمله رو برای بچه ها اینجا نوشتم عقل انسان توانایی وصف خداوند را آقا ندارد. پس عقل انسان توانایی وصف خداوند رو نداره. چرا نمیتونیم بچه خداوند رو وصف کنیم؟ چون خدا در فهم ما، نگاه کن، خداوند در فهم ما نمی گنجه، در فهم محدود بشری نمی گنجی. بعد میگه نتوان شبه تو گفتن. یک فوق لغت براتون آوردم. نتوان شبه تو گفتن یعنی چیزی شبیه به تو وجود ندارد خدایا. نکته خفن. آقا نگاه کنید اینجا رو، کلمه شبه، شبه، شبه یعنی چی؟ یعنی همانند، یعنی نظیر. ما یه دونه دیگه داریم، شبه. شبه یعنی سایه و روح و تاریکی. حالا سوال من اینه، این که شبهه، این که شبهه. الان سوال من اینه، این دوتا بیسته ها برگشتم نوشته باشینا، هم آوا هستند یا نیستند؟ شبه و شبه هم آوا هستند یا نیستند؟ باریکلا نیستند. حالا یه نکته جالب تر، چرا اینا هم آوا نیستند؟ چون خب تلفظشون یکسان نیست دیگه. حالا اینجا نگاه کن، جمع این کلمات رو شنیدید بچه ها؟ حالا جمع شبه میشه اشباه، جمع شبه هم میشه اشباه. اشباه یعنی همانندها، این اشباه یعنی سایه ها و روح ها و تاریکی ها. یک اتفاقی داره میفته، اشباه، اشباه هم آوا هستند یا نیستند؟ اتفاقا این سری هم آوا هستند. چرا هم آوا؟ چون تلفظ دیگه یکسان شد. اشباه، اینم خونده میشه اشباه. تا اینجا قبوله؟ پس مراقبش باشید. اوکی؟ حالا وقتی یارو برگشته میگه نتوان شبه تو گفتن، یعنی چیزی شبیه به خداوند وجود ندارد. اینجا نوشتم
خدا شبیه ندارد. یه بار دیگه فکر کن، میگه خدا رو نمیشه وصف کرد چون تو فهم ما نمیگنجه. بعد میگه نتوان شبه دو گفتن، مثالی برای خدا نمیشه آورد چون تو وهم و خیال و تصورات ما جا نمیشی. حالا بریم بیتایی که با اینا ارتباط دارن رو نگاه کنی. مثلا میگه خیره از وصف تو روان و خرد، عاجز از مدح تو یقین و گمان. روان و خرد ما در وصف تو خیره مونده، آه همجور مونده. در مدح و ستایش تو یقین و گمان ما عاجز و ناتوان مونده. بیت بعدی رو ببینید، میگه ای کسی که برتر هستی از خیال و قیاس و گمان و وهم و فکر ما، ای کسی که برتری از هرچی گفتیم تالا شنیدیم و تالا خوندیم. مثل لیسا که مثل ایشای دیگه. یا مثلا این بیتو من خیلی دوستش دارم، برگشته میگه هستی تو صورت پیوند نی. اینجا رو نگاه، تو به کس و کس به تو مانند نیست. یعنی دقیقا همون حرفی که زدیم، هیچی شبیه به خدا وجود نداره. به این میگیم لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا وجود نداره. حالا اینکه دوباره خدا رو نمیشه وصف کرد، یه بیت دیگه میگه منم حیران و سرگردان ذاتت، فرومانده به دریای صفاتت. و یه بیت خوشگل، بیتی که از سال دهمتون، یادتونه اینو؟ هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دانم که بیشک جان جانی. یادتونه بچه ها؟ هر وصفی که میگم تو بیشتر از اونی. عجز در توصیف خداوند. بچه ها میگن آقا با هایلایت قرمز دیگه نکنید. چشم، اوکیه. بعد یکی هم نوشه قرمزش خوش رنگه، یکی هم نوشه استاد شب تشبیه داره. نه، نتوان شبه تو گفتن آرای تشبیه نمی سازه، یعنی نمی شود چیزی شبیه به تو را آورد. از اون ورم بچه باهوشامون حتما حواسشون هست که فهم و وهم یه حرف اختلافشون جناس ناقص یا ناهمسان هم داریم. بریم بیت بعدی که 8 جمله داره. میگه همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. اگه دقت کنید واضح بود که 8 جمله داریم. فعلای این 8 جمله رو مشخص کنیم بچه ها. اینجا نگاه، همه عزی، جلالی، علمی، یقینی، نوری، سروری، جودی، جزایی. همه اینایی که الان قراره من قرمز کنم خودتون بهتر از من دیگه میدونید الان معنی هستی میدن. بعد همه هم اسنادی هن، همه هم چی میخوان؟ مسند میخوان. یعنی بوده از هستی مسند، چطور هستی؟ جلال. چطور هستی؟ همه علم. چطور؟ یقین. چطور هستی؟ نور. چطور هستی؟ سرور و شادی. چطور هستی؟ جود و سخاوت. چطور هستی؟ جزا. همه اینا دیدی؟ مسندات بودن. من هم اینجا نوشتم مسند به ترتیب از، جلال، علم، یقین، نور، سرور، جود، جزا. حالا نگاهش کن. نکته اول اینه که اگه دقت کنید کلمه از مقابل و متضاد ذل، چون از یعنی گرامی و عزیز، عزت ذلت، ضد هم دیگه. از اون سمت کلمه مهم بعدی ما، حالا مفاهیم رو بخوایم جلو ببریم، این که میگه خدا از یعنی سراسر عزته، این که میگه جلاله یعنی شکوه داره، عظمت داره. بعد بر میگرده میگه خدا علمه، پس عالمه، علم داره. بعد بر میگرده میگه یقینی،
پس خداوند قابل اعتماد و یقینه. اوکی، اطمینان هستی. بعد برمیگرده حرف خفن 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 میزنه، برمیگرده میگه اینجا رو ببینید، برمیگرده میگه نوری. این که میگه خدا برمیگرده میگه تو نور هستی، بعد یاد فرزاد سائلی و دین و زندگیش بیفتی. الله و نور و سماوات و الارض، نور بودن خدا. بدتونه این لفظ نور بودن خدا رو؟ من اینجا می نویسم الله و نور و سماوات و الارض یعنی نور بودن خدا. و نور بودن خدا می دونید یعنی چی؟ یادتونه دیگه، یعنی اینکه خدا همه جا هست، مثل نور در تمام آفرینش خداوند دیده میشه. پس موضوع موضوع نور بودن خداست، اینکه خدا همه جا هست. پس بین همه اینا به نظر من مهمترینش اینه که وجودت نور مطلقه. و دقیقا وجودت نور مطلقه است یعنی چی؟ یعنی خداوند همه جا هست. بعد میگه خدا موجب سرور و شادیه، خب نشاد بخشه، جود داره، بخشندگی داره، جزا میده، پاداش تو میده. و اینجا من صحبت کردم، پس مفاهیممون شد این که من خدا رو دانا میدونم، بخشش و لطفشم بی پایانه، تازه از همه خفنتر وجودش نور مطلقه، الله و نور و سماوات بر از نور بودن خداوند، و در نهایت خدا همه جا هست. آره قشنگ دینیا رو ریختن تو ادبیات. آره کلا دقیقا همین چیزی که شما نوشتیه. تا اینجا قبوله بچه ها؟ بیاین جلو. حالا نگاه کن، اصلا با همین مفهوم نور بودن خدا همه جا هست، برگشته میگه تو نوری در تمام آفرینش. تمام آفرینش نشون میده که پس خدا همه جا هست. نوری یعنی نور بودن خدا. یا مثلا این رو نگاه کنید، میگه تو آن نوری که اندر هفت افلاک، دوباره هفت افلاک یعنی خدا همه جاست، نوره یعنی نور بودن خدا. متوجه شدید بچه ها؟ بریم سراغ بیت بعدی که دیگه خیلی مهمه. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. اولا یه جمله، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی رو تو میپوشونی، همه بیشی رو تو میکاهی، همه کمی رو تو زیاد میکنی. چهار تا جمله ببینیم درسته؟ بله. فعلا بدانی، بپوشی، بکاهی، فضایی یعنی زیاد کنی. الان دانش آموز میگه خب در جمله اول فعل آخر، فعل آخر، فعل آخر، فعل آخر. پس میگم شیوه همه اینا عادیه، در صورتی که اینا شیوه شون عادی نیست. هر چهار جمله شیوه بلاغی دارن. الان با خود میگی او مای گاد چرا اینجوری شد؟ به خاطر چی؟ شیوه بلاغی داریم با اینکه فعل آخره ولی نهاد اول نیست. یعنی چی؟ همه غیبی تو بدانی، نهادش کیه؟ کی بداند؟ تو بدانی. کی بپوشه؟ تو. کی کم کنه؟ تو. کی زیاد کنه؟ تو. نهادا کجا رفته؟ یه جایی جز اول جمله رفته. و وقتی نهاد یک جایی جز ابتداست، یعنی همچنان شیوه بلاغیه، یعنی مرتب ترش. نگاه کن، مرتب تره. همه غیبی تو بدانی این بوده، تو همه غیبی را می دانی. بعد نهادش کی بوده بچه ها؟ نهادش بوده تو، این نهاد. فعلش بوده چی؟ میدانی. ایشون فعلش بوده. فعل کجا بوده؟ آخر. نهاد کجا بوده؟ اول.
این قبلیه که این بالا نوشتم شیبه چی بوده؟ عادی. حالا چیه؟ بلاغی. چرا بلاغیه؟ چون نهادم دیگه اول نیست، اومده وسط. کیا فهمیدن؟ یه اوکی بدن. محمد حسام تقی‌زاده نوشته همه مدارس فردا تعطیل شد. راست میگه بچه ها؟ یعنی بمونم تا صبح؟ دیگه اگه کلاس نداریم فردا بمونیم تا صبح، بکوبیم تا صبح با هم دیگه اینجا. جدی؟ بنازم. یکی نوشته نمیدونم والا، اگه تعطیل شده به منم بگید. والا من نمیدونم، اگه تعطیل شده به منم بگین. خوشحال رضا نوشته اینا رو کاش با آقای سایلی فیت میدادی، همش عربی مربیه. خب حالا بریم ببینیم چی شده. بچه ها میگن خبری نیست، شایعه بوده. خب حالا بریم به معنی مفهوم فکر کنیم. اولا میگه همه غیبی تو بدانی، یعنی خداوند هر غیبی رو ازش آگاهه. اینجا نشم خدایا تنها تویی که همه پنهانها را میدانی. همه چی رو خدا میدونه. به این قضیه که خدا، نگاه کن، به این قضیه که خدا همه چیز را میداند، ما میگیم خدا علام الغیوب، دانای غیب هاست، از هر چیزی آگاه هست. از اون سمت میگه همه عیبی تو بپوشی، یعنی خداوند عیب های ما رو بچه ها با اینکه میبیند میپوشاند. به این قضیه قبلا شنیدید، میگن ستار العیوب بودن خداوند، خدا پوشاننده عیب‌ها و گناهان ماست. پس اولا خدا همه چی رو میدونه، از همه چی خبر داره، حتی غیب، هر چی هست رو میدونه، هر چی نیستم میدونه. از اون ور با این حال، با اینکه تمام گناه‌های شما رو خبر داره، خدا عیب پوشه، عیبای ما رو میبینه ولی میپوشونه. پس خدا ستار العیوب هم هست. حالا اینجا قشنگه، میگه همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. میگه خدا همه زیادا رو کم میکنه و همه کما رو زیاد. اینجا ناکن، همه زیادا رو کم میکنه، همه کما رو زیاد میکنه. یادتونه یه آیه خیلی مهمی داشتیم که اینجا آوردمش، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، یعنی عزت و ذلت تو این دنیا دست خداست. یعنی خدا با هر کی حال کنه او را عزیز میکند، خدا با هر کی حال نکنه اونو ذلیلش میکنه. هر کی حال نکنه میندازه پایین، هر کی حال کنه میبره بالا. عزت و ذلت دست خداست. اینجا هم نوشتم تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، هر که را بخواهد عزیز می کند، هر که را بخواهد ذلیل می کند. آقای پازوکی، یعنی اینایی که الان گفتیم ما تلمیح هم داریم. آره دیگه، هم تلمیح داریم به قضیه خدا عالم غیبه، هم تلمیح داریم به قضیه خدا ستار العیوبه، هم تلمیح داریم به تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. عزت و ذلت دست کیست؟ خدا. حالا اینجا نگاه کنید، اولا یه ایراد رو رفع کنیم. اینجا نمیشتم عزت و ذلت دست خداست، اوکی، خدا غیب دانه، اوکی، خدا عیب پوشه. اینجا من یه نقطه بعد درست کنم، یه نقطه سفید کنم، خدا عیب پوشه، نمیشه غیب پوشه. حالا رنگارم رعایت کنی، اینکه عزت و ذلت دست خدا بود، یعنی تو عز و تو ذل قرمز است، و غیب دان زرد است،
عیب پوش خداوند، ستار العیوبه، پوشاننده گناهانه. حالا نگاه کن عبارت ها رو ببینید. اولی میگه پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. میگه خداوند گناه فاحش و زشتی میکنید، ناموستون رو از بین نمیبره. پرده ناموس، ناموس یعنی آبرو، آبروتون رو نمیبره. حالا اینکه خدا آبروی ما رو نمیبره یعنی چی؟ یعنی خدا ستار العیوبه. حالا یکی رو ببین، میگه ارجمند گرداننده بندگان از خاری در برد بالا، در پای افکننده گردن کشان از سروری. خب آقای پازوکی این یکی فازش چیه؟ این تو عز و من تشا و تو ذل و من تشاه. پس تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. اینا رو نگاه کنید، یکی را برآرد به ابر بلند، یکی رو بره بالا، یکی زو شود زار و خار و نژند، یکی رو میندازه پایین، یکی را به سر بر نهد تاج بخت، یکی را به خاک اندر آرد ز تخت. گلستان کند آتشی بر خلیل، گروهی بر آتش برد ز آب نیل. اگه دقت کنید این سه تا همشون اشاره داشتن به تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. همه عزت و ذلت دست خدا، بالا پایین. حالا اینو نگاه کنید، میگه بر احوال نابوده علمش بصیر، بر اسرار ناگفته لطفش خبیر. بر او علم یک ذره پوشیده نیست، که پیدا و پنهان به نزدش یکیست. بچه اگه دقت کنید این دوتایی که من دارم الان خط کشیدم همه علم غیب داشتن خداونده. میگه احوال نبوده ما رو خدا بصیرت و بینایی داره نسبت بهش، اسرار نگفته ما رو هم خدا خبر داره ازش. حتی علم یک ذره نیست که از خداوند پوشیده باشد، همه رو میدونه. عزت و ذلت دست خداست، خدا علم غیب داره، ستار العیوب مفهوم اصلی این بیته. کیا فهمیدن؟ تا اینجا اوکی همه چی؟ بیتمونم چهار تا جمله داشت، شیوه بلاغیش هم عجیب غریب بود، به خاطر اینکه با نهاد شیوه بلاغی شده بود. آخرین بیت میگه لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. سر بالا. اولا لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید، یه جمله است. مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی، شد دو تا جمله. ببینید درسته؟ بله. بیت دارای دو جمله است. جمله اولی فعلش گویده، جمله دومی فعلش بودشه. با توجه به جایگاهی بنده از فعلا میبینم شیوه جمله دوم ما بلاغیه. اینجا هم نوشتم شیوه بلاغی داریم، تقدم فعل بر نهاد. حالا این که میگه لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید، بچه ها این که میگه لب و دندان یعنی تمام وجود یارو، نه فقط لب و دندونش. پس تمام وجود سنائی داره توحید خدا رو میگه. دقت بکنید به سنائی که اسم شاعره، تخلص ایشونه، و نوشتم این همون سناء روشناییه. اصلا اسم سنائی غزنوی از اون سناء نور اومده، مراقب باشیم. حالا میگه من با تمام وجود دارم توحید خدا رو میگم. نگاه کن، میگه سنائی با تمام وجود یگانگی تو یا همون خداوند رو ستایش میکنه. مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. این مگری که اینجا میبینی در واقع یعنی شاید، به امید این که، اینجا هم نوشتم انگار ایهام داره، شاید به امید این که از آتش دوزخ، یعنی از آتش جهنم بودش روی رهایی، امکان رهایی داشته باشه از این قضیه.
پس آقای صنایع غزنوی داره از خدا این همه تعریف میکنه تو این بیتا، به امید این که راه رهایی از آتش جهنم برایش به وجود بیاید. پس دوتا موضوع مفهومی شد: یک، با تمام وجود خدا را ستایش میکنه. دو، این ستایشه به امید رهایی از جهنم است. حالا قبل از هر چیزی، بعد قبل از هر توضیح، یه یاداوری میخوام این گوشه بکنم. سرا بالا. ببینید، یادتونه داشتیم درس میدادیم جلسات قبلی، گفتم آقا داریم متنمونو فرض کنید بچه ها میخونیم، به یه کلمه ای برخورد میکنیم از این دو معنی، یا یه معنی اولی داره یه معنی دومی داره، بعد میرفتیم جایگذاری میکردیم، متوجه میشدیم این معنی اول کاملا قابل جایگذاری و ترجمه است، اوکیه، اما دومیه دیگه قابل جایگذاری و ترجمه نیست توی اون متن. پس یک کلمه ای دارم، این زرده، دارای دوتا معنیه، معنی اولش کاملا اوکی و قابل جایگذاریه، اما معنی دومش جایگذاری نمیشه. اما نگاه که میکنم همین معنی که جایگذاری نمیشه، انگار ربط و تناسب داره با یه سری کلمات دیگه در اون متن، که ما برمیگشتیم میگفتیم این تناسبه واسه اونی که معنی نمیده، یعنی این کلمه دارای ایهام تناسبه. بهتون اومد؟ یک کلمه دوتا معنی داره، یه معنیش اوکیه یه معنیش اوکی نیست، اما ربط داره به چیزای دیگه. حالا بهش میگیم این کلمه دارای آرایه ایهام تناسبه. حالا همین شرایطو بیان اینجا: مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. آقا این روی رو نگاه کن با چش باز، ما یه روی داریم یعنی چهره، یه روی هم داریم که گفتیم یعنی امکان. اون فلز روی هم اصلا نه جایگذاری میشه نه به چیزی ربط داره. حالا جایگذاری میکنم، امکان رهایی از جهنم معنی میده، اما این معنی چهره اصلا معنی نمیده. حالا وقتی دقت میکنیم متوجه میشیم که این معنی چهره که جایگذاری نمیشود ارتباط دارد با لب و دندان که آنها هم اعضای بدن هستند. به این میگیم ایهام تناسب. اینجا هم نوشتم واژه روی ایهام تناسب داره، یه معنی امکان که بچه ها نگاه کنید اوکیه، یه معنی چهره که در واقع اوکی نیست، عوضش تناسب داره با لب و دندون این چهره. حالا یادم نره مفهومم چی بود. مفهومم این بود که با تمام وجود خدا رو ستایش کنم، یا با تمام وجود یه کاری کنم. مثلا این بیت اولیه عالیه، میگه خود نه زبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا میکند که موی بر اعضا. میگه نه تنها زبان در دهان اون عارف داره خدا رو عبادت میکنه، نه تنها زبونش، بلکه مو بر تن او هم داره همین کارو انجام میدهد. حل بچه ها؟ غلط گفته الهام. رضا گفته با چی استاد؟ با وجود کمخوابی برای رسوندن درس‌های تخصصی به سرفصل آزمون‌ها بازم درس شما شنیدنی رضا، عشق منی عزیزم، چاکرتم رضا جان. حل اینم از این ستایش سال 12. یه نکته رو می‌خواستم از اول بهتون نشون بدم، الان دیگه وقتشه که این همه حرف زدیم. بیاین اینجا این جزو خوشکلم برای شما نوشتیم. آقا نگاه کن، یه هایلایت برداریم خیلی تو چشم باشه. چی خوبه؟ دایا نداریم انگار اصلا همچین رنگی که ما میخواییم دیگه، تو چشم اینا نداریم، ولی این فعلا خوبه. آقا نگاه کنید، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی.
اینجا نگاه کنی، این که رو میبینی بین دو تا جمله اومده، این که رو میبینی بین دو تا جمله اومده، به این که ها میگن که ربط، این ور رو میبینی اینجا اومده، به این میگن حرف ربط. حرفایی که بین جمله ها میاد بهش میگن حرف ربط. نگاه کنید اینجا رو، من یه ابری هم اینجا باز کنم براتون. آقا حروف ربط، حرفای ربط دو مدلن. یا حرفای ربط ما همپای سازن، یا وابسته سازند. پس حروف ربط شدن دو مدل، یا همپای ساز یا وابسته ساز. همپای ساز یعنی بین دو تا جمله میاد حرف ربط ما، هیچ پل و ارتباطی ایجاد نمیکنه که اینا به هم وابسته شن. اما اگه دیدی جمله ای به جمله بعدیش وابسته شده، اون حرف ربط بینشون میگن وابسته ساز. پس اگه باعث وابستگی بشه وابسته سازه، اگه نه میگیم همپای سازه. الان میگه خدایا من ذکر تو را میگویم که تو پاک هستی. این که داره اینو ادامه میده، میگه من ذکر تو رو میگم چون که وابسته شد جمله دوم به قبلی. پس این حرف، حرف ربط وابسته ساز بوده. اما وقتی میگه تو پاک هستی و خدا هستی، آیا این وعه باعث ایجاد پل و ارتباط شده است بین دو جمله، وابستگی ایجاد کرده، بدون همدیگه الان نابود میشن؟ نه. پس همون جوری که این وابسته ساز بود، برعکسش این هم پایه سازه. این کم اینجا دوباره وابسته سازه. میخوام ببینید این حرفای ربطو چه درخششی میکنند بین جمله ها. ببینید حروف ربطو که نه جزو جمله قبله نه جزو جمله بعده. این خیلی مهمه ها، حرفای ربط نه جزی از این جمله نه از این، پل بین دو جمله. نگاه کنید، این که هیچی، اینجا هم دو تا حرف ربط وابسته ساز داریم، که و این که، نه جزو جمله قبل نه جزو جمله بعد. حالا اینجا نگاه کنید، یه عالمه اینجاست، نگاه، این و همپای ساز، و همپای ساز، و همپای ساز، و همپای ساز، همه حرفای ربطه همپای ساز. بریم جلوتر، یه دونه خوبشو اینجا داریم، نکته خفن. میگه لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید. آقا یه نکته، این واو هست و ما دو مدل و داریم، واوای ما یا واوای عطفن، بذار اول اینو بنویسم، یا واوای ما واوای ربطن یا واوای عطفن. یه ذره زوم کنیم مثل آدم توضیح بدیم همه یاد بگیرن. آقا جان واوی واو ربطه، دست من نگاه کن، که بین دو تا جمله بیاد. یعنی این الان جمله یک، این میشه جمله دو، اون حرف ربطی که این وسط میاد مثلا که، بهش میگیم حرف ربط. حالا ما داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ واو. پس و رو میذاریم، پس واوی که بین دوتا جمله میاد، وی که بین دوتا جمله میاد، بهش میگیم واو ربط. حالا یه واو دیگه داریم، واو عطف. من یه دونه جمله دارم، میبینی کل این داستان الان شد یه دونه جمله. تو همون یه دونه جملم دوتا کلمه پیدا میشه، بین اینا و اومده. ببین توی جمله یه دونه و داریم، نه بین دو جمله دیگه، توی جمله یه دونه چی داریم؟ و داریم که چپ و راستش اینجوریه، یا جفت چپ و راستش اسم، اسمن، یا جفت چپ و راستش صفت، صفتند. به هر حال دیگه به این واو میگیم واو عطف.
پس فرق واو عطف و واو ربط معلوم شد. دو مدل واو داریم. اونی ربطه که هیچ جز به هیچ جمله ای نیست، بین دو جمله میاد، پل و ارتباطه. اما واوی واو عطفه دیگه بین دو جمله نیستش، بین دو تا اسم یا دو تا صفت در قالب یه جمله، تو دل جمله هست واو عطف. بگید تا اینجا خوب؟ همه بنویسن خوب. حالا اینجا نگاه کن، وقتی میگه لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، سوال من اینه قبول دارید از اینجا تا اینجا یه جمله است؟ قبول دارید و توی جمله اومده؟ قبول دارید بین لب و دندانه که جفتشون اسمه؟ پس این واو دیگه ربط نیست، عطفه. همه فهمیدن؟ اوکی؟ بود دید ببینم چت به طرز ترسناکی چی نمیاد. قد نکنه شدی. آخ 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 آخ. الان کجا بفهمم شما زنده اید یا نه؟ چت که نمیاد، به هیچ جام دسترسی نداریم. بچه های کسی تلگرام داره؟ تو تلگرام برام بنویسه اگه صدای منو میشنوه. گروه تلگرام داریم. آره درست میگم، یه گروه تلگرام داریم دیگه. البته اگه من داشته باشمش رو این گوشی، فکر کنم ندارمش. یا امام حسین، ما الان درس بدیم ندیم؟ میشنون ما رو نمیشنون ما رو؟ یا امام رضا، اگه کسی واتساپ داره یه دقیقه به این شماره که میگم واتساپ پیام بده، بگه اینم صدا هست یا نیست. اگه صدای من نمیشنویم وایسیم. 0936 20 21 650. بود دوید میرم. اگر صدای من میشنوید اینجا یه ریاکشنی از خودتون نشون بدید، به این شماره من تو واتساپ پیام بدید ببینم چه خبره. آها بچه ها میگن اوکیه، پیامم دادن. بعد چت هم یه چیزایی اومد گیر کرده بود انگار. بله زنده ایم. میگن فقط یه سری برای یه سری ها قطع و وصل میشه. اوکی بریم دو تا جمله هم از این در واقع درس شکر نعمت شروع کنیم با هم دیگه، بریم جلو. اولا این بچه درس شکر نعمت شما از گلستان سعدیه، که بچه اگه دقت کنید هم نثر داره هم نظم داره، بهش میگن در واقع نثر آمیخته به نظم. بریم با هم دیگه شروع کنیم. چند تا نکته واجب چون به کلاسای دیگه هم گفتم بگم، بعد دیگه یواش یواش تمومش کنیم. اولا این ابتدای کارو مخصوصا ببینید، میگه منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است. اولا یه بار کنکور منت سوال اومد، بچه‌ها پرسیدن آقا مگه منت تو کتاب درسیه؟ بله منت تو کتاب درسی اول لغتش هم هست، سپاس و شکر و نیکویی. حالا منت خدای را عز و جل، اینجا نگاه کنید، یعنی منت برای خدای عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکر اندرش مزید نعمت. اولا این راه رو صحبت داریم که اومد عقب معنی برایه داد. دوما عز و جل همونجور که میدونید یعنی عزیز و گرامی و بزرگ و بلند مرتبه. میگه منت برای همون خدای عز و جل بزرگ بلند مرتبه است. بریم صفحه سفید. آقایون خانوما، ما در زبان فارسی برای شماها
سه مدل را داریم که به دردتون میخوره. چند مدل را داریم؟ سه مدل. اولین را بهش میگیم رای مفعولی. رای مفعولی همون رایی که بلافاصله بعد از مفعول میآید. یعنی شما بلند میشی میری جملت، کلمه ای پیدا میکنی که نقش ایشون مفعوله، بعدش یک را میبینی، اون رایی که شما داری میبینیش چون بعد مفعول اومده معروف است به رای مفعولی. یک مثال ساده هم الان میزنم. مثلا میگیم علی شیشه را شکست. الان شکست فعلته. چه چیز را؟ شیشه را. این مفعولته. اون رایی که بعد مفعول میاد بهش میگیم رای مفعولی، نشانه مفعوله. ما یه رای دیگه داریم به نام رای حرف اضافه که معروفه، بعضیا بهش میگن رای متممی. قضیهش اینه که من متنمو دارم میخونم، یه کلمه میبینم، بذاره این برتر بکشم. من متنمو دارم میخونم، یه کلمه میبینم، بعد از این کلمه یه دونه را وجود داره، بعد میبینم که میشود این را رو برداشت، ببین حذفش کرد، برداشت اوورد ابتدای کلمه، قبل از کلمه، بجاش به با از یا برای گذاشت. یه بار دیگه فکر کن چی گفتم. پس ما یه دونه رایی دادیم که تونستیم آن را حذف کنیم، بیاریم ابتدای کلمه، به جاش یا به بذاریم یا با بذاریم یا از بذاریم یا برای بذاریم. اگر معنی داد به این میگن رای حرف اضافه یا متممی. یعنی چی؟ یه مثال ساده. اینجا مثال زدیم، اینجا بزنیم. مثلا میگم علی را گفتند. یعنی چی بچه ها؟ یعنی به علی گفتند. این را همون رایی که اومد عقب معنی به داد. به این را میگن رای حرف اضافه. تا اینجا قبول که بهش رای متممی هم میگن، به خاطر اینکه الان این علی اینجا، یا حسین، به خاطر اینکه این علی الان نقشش اینجا متمم است. ما یه رای دیگه هم داریم که تو درس 2-12 هم خوب یاد میگیرید به نام رای فک اضافه. رای فک اضافه اینطوریه که میگه ما دوتا، خوب نگاش کنم، میگه ما دوتا کلمه داریم. یا امام رضا، خب یه چیزی بخوام بهتون یاد بدم نترسید. بله، یه حرکت انتحاری زده بودیم. ما دوتا کلمه داریم، بین این بندگان خدا یه دونه را میاد. اگر بشود این را رو تبدیل کرد به ا یا کسره و برعکس خوند. ببین یه بار دیگه ما فارسی رو اینوری میخونیم، میگه بیا برعکس بخونیم، به جای رای چی بذاریم؟ کسره بذاریم، ا بذاریم. میگه اگر تونستی این را رو تبدیل به کسره کنی و برعکسشون کنی بهشون بگو رای فک اضافه. مثلا میگم ایران را پادشاه. این رای چیکار میکنه الان؟ برعکس میشه، یعنی پادشاه ایران. مثلا میگم مشکی 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 میخواستم بیا. مثلا میگم فلک را سقف. یعنی چی؟ یعنی سقف ای فلک. مثلا درس 2-12 هم میگه والی را سرای.
والی یعنی حاکم، سرایم یعنی خونه، یعنی سرا یا خونه ی حاکم. رای برعکس تبدیل به کسره. مواظبش باشید. به این میگیم رای فک اضافه. پس ما جمعاً چند مدل را داشتیم؟ سه مدل. اونی که بعد مفعول میاد، اون بدبختی که معنی به با از یا برای میده، عقب، و اونی که تبدیل به کسره میشه، برعکس میشه. تا اینجا قبول؟ باریکلا رضا. حالا برگردیم سر جامون. حالا میگه منت برای خدای عز و جله. پس این را همون رای حرف اضافه هست، رای متممی. حالا میگه منت برای خدای عز و جله و طاعتش موجب قربته. طاعتش موجب قربته یعنی اطاعت از خداوند موجب نزدیکی به اوست. پس کلمه قربت یعنی چی؟ نزدیکی. خب یه نکته بگیم اینجا ببینم. آقا نگاه کنید در رابطه با قربت، اون گوشه است الان حواست بهش هست. آقا ما یه دونه قربت داریم، یه دونه قربت داریم. این بالاییه که دیدی یعنی نزدیکی، این قربت اتفاقا یعنی دوری و جدایی. پس مواظب قربت و قربت باشید. سوال، هم آوا هستند؟ بله که هستند، جفت قربت خونده میشن. پس نزدیکی به خدا میخوایم، باید اطاعت کنیم ازش و به شکرندرش مزید نعمت. یعنی هرچی شکرگزار نعمتهای خدا باشیم، خدا نعمتها رو برای ما بچه ها مزید میکنه. مزید یعنی زیادی و افزونی. اینجا نها کنید. پس مزید یعنی افزونی، زیادی. پس شکرگزاری نعمت باعث بیشتر شدن نعمت. یه نکتهی که من خیلی دوست دارم اینجا به شما نشون بدم اینه. میگه طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش هم مزید نعمت است. این است سری دومیه چی شد؟ کجا رفت؟ این است حذف شده. یه دونه ازش این قبلتر داریم، برای همین بهش میگیم حذف به قرینه لفظی. یعنی چی های پازوکی حذف به قرینه لفظی؟ یعنی عین این است رو قبلا داشتم، صفحه سفید. اینجا نگاه کنید، ما در زبان فارسی دو مدل حذف داریم. حذفای ما یا به قرینه لفظی هستند یا به قرینه معنوی. حذف به قرینه لفظی یعنی عین واژه حذف شده در جمله موجود است، یعنی یه دونه دیگه از اون کلمه داریم، و حذف برای جلوگیری از تکرار بوده. یعنی برای اینکه دوباره اون کلمه ها رو نیاریم، بار دوم حذفش میکنیم. به همچین حذفی میگن حذف به قرینه لفظی. این مدل اول حذف بود. حالا مدل دوم حذف چجوریه؟ بهش میگیم حذف به قرینه معنوی. حذف به قرینه معنوی میگه دیگه عین واژه حذف شده در جمله من موجود نیست. اینجا می‌نویسم عین واژه حذف شده در جمله موجود نیست. حالا اینجا نگاه، خودمان از سبک جمله متوجه حذف میشویم. یعنی عینش دیگه نیست، خودت باید بفهمی چه اتفاقی رخ داده. به این همچین حذفی
میگیم حذف به قرینه معنوی. برای جلوگیری از تکرار نیست، عینش رو ندارم، خودم متوجه میشم یه چیزی حذف شده است. تا اینجا قبول؟ حالا برگردم سر جام. میگه طاعتش موجب قربت است، به شکرندرش مزید نعمت است. بر همین این است حذف قرینه چیه بچه ها؟ لفظیه. حالا اگر دقت بکنید یک نکته ظریف دیگه ای هم وجود داره بچه ها. اولش رو نگاه کنید، منت خدای را عز و جل. یعنی چی های پازوکی؟ یعنی منت برای خداوند عز و جل است. اینجا هم یه استی وجود داشته که چی شده؟ حذف شده. اینجا هم جایی است بوده که خب عینش هم این تمت هستش. قبوله؟ رواله؟ آفرین. مزیدو نباید بگی زیاد، مزیدو باید بگی زیادی. آره اهورا جان، جواب سوال شما بله است. بسیار عالی. موجب قربت بله میشه چی؟ مسندت. تا همینجا درسمون بمونه امشب، تا اول درس 1/12 یک عالمه نکته در واقع از من شنیدید. اگه برگردید عقب، مخصوصا تو این صفحه سفیده، میگم سید همه اینا رو براتون در واقع نگه داره. نگاه کنید، من انواع حذف توضیح دادم، انواع را توضیح دادم امشب، انواع جمله توضیح دادم، فعلای اسنادی، تعداد جملات، یه راهکارایی هم گفتیم برای درس خوندنتون و منابعتون، از اون ورم در کتابتون کلی حرفای جالب زدیم و دونه به دونه بیتای اول کتاب درسی 12 گازگازی کردیم. انتظار دارم وقتی کتابتون رو گرفتید به همین خوشگلی که من براتون نوشتم شما داخل کتابتون بنویسین که ذوق درس خوندن به وجود بیاید. آره مهدیه، باید تلمیح‌ها رو بلد باشین. احمد رضا تو هم خسته نباشی، زهرا تو هم خسته نباشی. هفته دیگه آزمونم ندارید، ولی باید چیزایی که درس دادم خوب خوب بخونید. چاکرم افسانه میگه مثل خود هیچکی جزوه نمی‌نویسه. عزیز دل منی، مرسی هانیه، مرسی ملینا، مرسی رضا، بله همینجوری بوده. الهام مخلصم، مهدی مخلصم، اهورا، پوریا، بهراد، سهیل، عباس، نازنین، لاچین، فلا، بیسار، خداحافظ. شب شما به خیر باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار. نهست آشنای سه نهست.